میشم هشم با اجازه تمام دوستان و مدد الهی انشاءالله که هفته های خوبی رو در پیش داشته باشیم. هفته های این هفته رو به عزت هشم عرض کنه خدمتون پاراشای عقب هستیم، دومین هفته های شوعاد نحموتا، هفته ای که سخنان تسلی‌آمیز یشعیا نبی به ملت اسرائیل گفته میشه توسط اون پیام‌های خوبی که به ما داده شده، ما رو امیدوار می‌کنه به آمدن گولا و یأس و نومید رو از ما دور می‌کنه. موقعی که ما این مطالب رو می‌خونیم می‌شنویم، این قدرتیه برای ما و باعث شه که در اون موقعیت و جایی که هستیم در اون موقعیت بتونیم خودمون رو حفظ کنیم و خواست شلوم تزلزل در هر صورت چه از نظر جسمی چه از نظر روحی برای ما خواست شلوم وارد نشه و ما بر تمام مسائل ساته میشیم، سلطه پیدا میکنیم به وسیله اون آموزش های تورا و مخصوصا سخنان بزرگان رو که ما بر دوشمون میگذاریم و نصیحت های اونها رو میپذیریم. افترا انطور که عرض شد از خدمتون از یشعیا نبی، این هفت هفته تمام از یشعیا که از فصل ممتد فصل 49 از کتاب یشعیا نبی پاسخ 14 شروع میشه. و تو امر سیان از آوانی ادونای و دونای شخصانی ملت اسرائیل این چنین عرض می کند، خداوند مرا ول کرده است و پروردگار مرا فراموش نموده است. آیا فراموش می کند زنی بچه شیرخوارش از این که رحم کند به بچه بطنش و ثمره بطنش؟ حتی اگر اینها نیست فراموش کنند، من تو را فراموش نخواهم کرد. یکی از نکات خیلی مهم که ما در طی گالوت برامون پیش میاد، همونطور که در شروع صحبت ها عرض کردیم خدمتون، یأس و ناامیدی خاصه شد. ملت اسرائیل در طی زمان گالوتش سختی های زیادی از ملت های دیگه بردوش میکشه و این چنین تصور میکنه که میگه خدا من رو فراموش کرده، من دیگه خدا ول کرده. خیلی موقع پیش میاد که انسان سختی هایی داره که این سختی ها اصلا نمیتونه تحمل کنه، میگه چرا این همه من سخت دارم، از نظر خدا از من دور شده، من رو خسته شدم سپرده دست حوادث. این جمله ای که سیون یعنی جماعت اسرائیل که اصطلاح علامت دارن، سیون یعنی علامت دار، ما علامت های به خصوص داریم، تفیلی روی سرمونه، سیسی در تنمونه، بریتولا هست، شبات هست، اینها علامت های بین ما و حشمه. خاطر ملت اسرائیل به نام سیون یعنی علامت دار، متویان نام گذاشته شده. ملت اسرائیل این چنین حرف میکنه، میگه خدا من رو فراموش کرده، ول کرده رفته. حشم جوابش میده آیا امکان داره مادری بچهش فراموش کنه؟ آیا امکان داره که ثمره بطنش رو
از فکرش دور کنه، هر لحظه بر اینه که بهش رسیدگی کنه، بهش خوراک بده. حتی اگر دفعاتی هم پیش میاد که اونها مادری هست که خاطر بعد از ساید بچهش رو چند ثانیه فراموش میکنه، که گروه‌های مختلف هست، مسائل مختلف هست، واقعا پیش اومده مثلا در این دوره که این همه برای مردم افکارها و مخشوشیات زیاد پیش اومده، تا بچهشون رو تو ماشین یادشون میده که از ماشین بیارن بیرون، از اتومبیلشون بیارن بیرون، در اتومبیل رو بیرون تنو میرن، که بارها حوادث‌های ناگواری هم پیش اومده. در حال فرماد حتی بعضی موقع که برای اینها هم پیش بیاد، ولی من حشمی طرف فرماد من اینچنین سرگز تو رو فراموش نمی کنم. پس این چیه؟ اون کسی هایی که ما داریم به خاطر چیه؟ آیا هشه ما رو فراموش کرده؟ انسان در طی زندگی با خیلی مسائل روبرو میشه، با خیلی سختی ها، چه از نظر مالی، چه از نظر خانوادگی، برمینان امثال اینها پیش برش میاد و میگه واه خدا ما رو فراموش کرده، من چجور میتونم با اینها مبارزه کنم؟ و ما در جواب فهمان که اگر ما دقت کنیم در برخای پورین پاشوت که میخونیم، چون از نظر حلقا میدونیم هر کسی که از خوراکی های به جز نان و به جز میوه هایی که جز به میوه های اسرائیل نباشه، سیب، پرتقال میخوره، مثلا موز استفاده میکنه، هلو، زردالو، هرچی که شما میوهایی که به جز میوهایی که در ریسکای تحسینش رو گفته برسید اون میوه ها، اگه کسی استفاده کسی گرم باعث که برخواهی برن پاشد بگه 27 گرم در از تزایید یادمون باشه این میسای خیلی بزرگه و این درخواهی برن پاشد را بس حسرانان باعث که همه از برشون باشه، چون بعض موقع جایی آدم گیر میفته سیدور باشنی یا آب خورده، نوشیدنی خورده اندازه 82 گرم حدودن و باعث که برخواهی آخر بگه، یا میوه های مختلف، خیارتر، حتی میوه های مثل سبزیجات، گوجه فرنگی، حتی بدون نون میخوره باره پاشوت بر دیگه آخر. برحال در برخای بورین پاشوت که ما میخوریم هارشبا که این چنین توضیح میدن، بگن بارو ما تشکر میکنیم از شنی طرح خون که اون غذا رو خوردیم، میگیم خدا از تشکر کنیم که خوراکی ها رو برای ما تأیید کردی و نیاز ما رو برآورده کردی. در میون تشکرمون ما چی میگیم؟ به بورین پاشوت ربود و حسرانان ما از تو تشکر میکنیم که انسان ها زیایات زیادی آفریدید با اینکه خسرون داشته باشه، یعنی کسبی داشته باشه. اون کسبی که ما داریم خودش جای مدح گفتن داره. موقعی که انسان یک چیزی رو کم داره ولی بعد بهش برسه، اون موقع خیلی درجه اون چیزی که بهش رسیده براش ارزشمنده. موقعی که انسان در سختی باشه، از سختی نجات پیدا کنه، اون آزادی خیلی براش شادی آوره، ولی در اون مرحله اول نمیدونه که این سختی واقعا سختی نیست، خیال میکنه بدیه، خیال میکنه ناراحتیه، خیال میکنه خدا ولش کرده، در صورت که اون سختی هم پایه برای برکتی که قراره براش پیش بیاد. تعریف کنه از ویل بیموش پردو اگاون گادول، ایشون مؤسسه اور احیم رو مؤسسه خیلی بزرگه که بچه ها رو در اون جا می دادن، اونا مثلا اونهایی که پناهی نداشته، بچه های شیوایی، در حال خیلی مؤسسه خیلی بزرگی رو شروع کرده و اقدام کرده بود و
برپا کرده بود و به حال این مؤسسه ها احتیاج به آدمای خیر داره که به اونها کمک کنن. به خاطر این دفعاتی میشد که به خارج از ایرس مسافرت میکرد. در یکی از زمانها که وارد ارس و تبرید میشه، وارد آمریکا میشه، برای اینکه پول جمع کنه، در نزد یکی از آشناهاش که در آمریکا بودن، اونجا به اصطلاح سکنا میگذینه که بره برای اون مؤسسه پول جمع. همون روز اول که وارد آمریکا میشه، چند ساعتی میشینه که بخواد بره، میبینه بدجور به اصطلاح تب سنگینی روش افتاده شده، بدنش گرم شده و حتی نمیتونه حرکت کنه و اون تب شدید او رو از رفتن به بیرون به محلهایی که باید بود بره، خونه های مختلف، باز میداره. برها در همون اتاق که بهش داده بودن میخوابه و میان صابخونه آشناش بوده، میان حالش خون نشد، دکتر صدا میزنه. دکتر که میاد برای معاینه ریبی ماشه وارد اتاق میشه، درجه تبش میگیره، میره درجه تبش بالا زیاده، من یه باید به اصطلاح اون ضربان قلبتم ببینم با گوشی میذاره که پشتش را میکنه که به اصطلاح لباسش رو میزنه بالا که بتونه ضربان قلبش هم نیز معاینه کنه. میبینه تلیتی که تنش بوده بندهاش میاد بیرون و میدرخشه در جلو اون ریبی اون دکتره. دکتره یهودی بوده ولی خب از دین آگاهی نداشته که سختی های زندگی و مسائل مختلف. تا اینکه این بندهای رو میبینه به ریبی موشه میگه هنوزم کسانی هستن که این لباس ها رو میپوشن. اینقدر دیگه من یادم هم چی چیزی، ما بچه که بودن پدرم یه بار برام خرید، سیسیت بود، خیلی وقت دیگه نپوشید. موقع ریبی موشه به خودش میاد دیگه، اطبعا یه از جانب حشمه، از جانب حشمه که من در این موقعیت اومدم برای مؤسسه یه خیلی مهمی اورحی پول جمع کنم مریض شد و خخامین گفتن شلیحی میتوا دوین الهیم کورا، اونهایی که شلیح میتوا هستن برایشون هیچ اتفاق بدی نمیفته. من تعجبم پس چه جور مریض شدم، اطبعا به خاطر اینکه الان بتونم روی این شخص تأثیری بگذارم و خودش قدرت میده میشیره روی صندلی و میگه من نمیدونه آی دکتر ایجا آمریکا خیلی پیشرفت کرده تا قبل، مردم آگاه شدن از دین، از تورات، شکر خدا خیلی هستن که نشیواهای بزرگی در اینجا هم در آمریکا هم درست کردن، بچه های ما رو دارن پرورش میدن در راه یهودی. بلند میشه با سختی به نزد اون چمدونی که داشته و تفیدین نوی رو میاره که نگاه کن، بعد این تفیلی رو گذاشته بودم بدم کادو به کسانی که به مؤسسه ما کمک میکنن، ولی این دیگه شانس تو بود. بیا این بگیر، تفیلی رو بگیر و هر روز بپوش. دکتر که از طرز رفتار این ریبی موشه خیلی خرسند میشه و جونه با کاوت داره بایی صحبت میکنه، میگه باشه من دارید قوم میزن که تپیر رو میپوشم هر روز و اگر احیانا من وارد ایرس شدم میام یه سریم به
اون مؤسسه شما میزنم ببینم چه جوریه که اینجور داری تعریفش میکنی. یه بیماشه کادوی بهش میده، تفیدی بهش میده، در ضمن پول معاینه و پول دکتر هم بهش میده. و دکتر خداحافظی میکنه میره. بعد از چند روز این ریبی ماشه فرد و ایشون معالجه کنه پیدا میکنه، شفا پیدا میکنه و دنبال کارش میگیره و برحال معمولیتش انجام میده و برمیگرده ایره. از این موضوع چندین سال میگذره و همه چی فراموش میشه. تا در یکی از روزها به این مؤسسه زنگ زنن و اون منشی مؤسسه گوشی رو بر میداره و میگه من میخوام با ریبی موشه صحبت کنم، میشه بیام پهلوشون؟ این موشه میگه بعد بهشون صحبت کنم. موشه با عرب صحبت میکنه، میگه بیاتش میگه کیه این، من نمیشناسمش. و اسمش هم میگه، اسمش میگه که کیه، دکتر اسمش میگه، این دکتر بوده اومده بعد از چند سال اومد و اسمش رو گفت من فلانی هستم میخوام بیام ببینمشون. حالا یادش نمیاد که با همچی شخصی روبرو شده باشه از نظر اسمی، میگه بیاتش چرا نه، ما همه رو میپذیریم. در حال این شخص دکتره بعد از چند سال وارد ارس شده بوده برای دیدنی جاهای مختلف ارس، میگه من به این مؤسسه هم سر بزنم، یادش بوده. میاد وارد دفتر به موشه میشه، وقتی که میبینتش یادش میاد که چندین سال پیش این دکتری بوده که او رو معالجه کرده بوده و بهش اینترفیرین رو داده بوده. شروع میکنه بارخواب با خیلی خوش آمدید، میگم توی که من گفتم اگه اومدم ایره سیستاری هم میام مؤسسه شما و من اومدم و بودون اون تفیلینی که تو به من دادی هر روز که خودم تو که قوت دادم هر روز من تفیلین رو میپوشم. در زم میگه میشه حالا جای مختلف این مؤسسه رو به من نشون بدی؟ میره تمام اتاق ها محل ورزش، محل استحمام، جای مختلفی که در اون مؤسسه بوده، اتاقهایی که مخصوص اونهایی که بی‌ضاعت بودن، شبانه روز در اونجا درس می‌خوندم، همه رو در اون محبتی خیلی بزرگ نشونش میده و بعد برمیگرده. دکتر میگه من از تصور میکردم که شما یک جای کوچیکی رو تحت اختیار دادید، ولی واقعا محل بزرگه و محلیه که جوانهای ما رو، آینده ما رو داره میسازه. و من میگه پیر و سال خورده شدم دکتر میگه و متاسفانه خداوند به من اولادی نداده. من این محل رو که دیدم و طرز رفتار درست شما رو که دیدم بر این شدم که تمام اموالم رو برای مؤسسه شما هدیه بدم و برای خوبی و خیر تمام جامعه اسرائیل. حالا که این دکتر رو میفهمه، این صحبت رو میفهمه، واقعا دگرگون میشه و تشکر میکنه و موقع میان مینویسن و مهر و امضا میکنه که دیگه این موضوع 100% باشه. و اون موقع آراو میگه که ما در توی خیابان میخونیم که این بیشهد پیتراتو شلادان این ملوین لو لو کسه ولو زها ولو عوانیم تو بود و مرگالیوت الا ترا و معاصیم تو بی. در توی قیابان میخونیم که انسان بعد از 120 سال نه پول و جواهر و خونه و ملکی که جمع کرده چی نا با خودش نمیبره. چی با خودش بره؟ میتفوت و معاصیم تو بیم فقط. همراهی نمی کنن با آدم اینها، فقط میتفوت و معاصیم تو. ولی تو هم پولت هم کارهای نیکی که انجام دادی اینها تو رو بدرقه می کنند و مطمئن باش این محلی که الان ما داریم به خاطر اون خیر و
اون متنای عظیمی که شما به ما لطف کردید و البته به جامعه لطف کردید، عیز خودش برای شما تا ابد خواهد بود. و خداحافظی میکنه این شخص ها میره. اون موقع ریبی ماشه میگه چقدر آدم کم فکره، این سختی که براش میاد خیال میکنه خدا بدش کرده. من چندین سال پیش که وارد آمریکا شدم که برای این مؤسسه پول جمع کنم، مریض شدم. گفتم ما مریض شده رو چرا خدا همچی برای سر من بود؟ من اومدم کار میسوا بعد مریض بشم؟ اون موقع نفهمیدم به خاطر چی، و فقط تا اونجا که فهمیدم گفتم لاغت دکتر اومده من یه تفیدین بهش دادم، تونستم رو در این میتوا مزدکی کنم. ولی نمیدونستم که چقدر همین مریض شدنه باعث شد که مؤسسه ما بتونه روی پای خودش بیسته، بتونه جوانهای دیگری رو بیاره، قبول کنه، به اعضای خانواده های بیشتری بتونه کمک کنه. و این در نظر ما انسان ها اون سختی اولی خیال میکنیم که این واقعا سختیه. چرا؟ نظر ما کوتاهه. ما فقط تا دیوار میبینیم، نمیدونیم پشت دیوار چه خبره. ما فقط اطراف خودمون رو میتونیم بفهمیم. اینه که جماعت سیون ملت اسرائیل میگه خدا ما ول کرده، ما رهامون کرده، کوت از سختی بکشی. خاطرش برای خود میگه این حرف نزن. آدم بعضی موقع یک چیزی رو گم میکنه و نمیدونه کجاست، بعدش فراموش میکنه. ولی بعدش بعد از اینکه احتیاج به اون پیدا میکنه و من فلان چی هم داشتم حالا احتیاج بهش دارم، میگرده پیداش میکنه. این خوبه. ولی اگر انسان چیزی رو اصلا لازمش نداشته باشه بندازه دور، دیگه فراموشش هم که میکنه خود به خود و دیگه گیرش هم نمیاد. خاطر این اسرائیل ها میگن نکنه ما ایجور باشی، خدا ما رو انداخته کنار، ترکمون کرده و خاطر این فراموش اون هم کرده. خودش برای خوب میفرماد من درسته بعضی موقع شما رو ترک میکنم ولی فراموشتون نمیکنم. شما مانند علامت بر دست کسی که علامت روی دستهاش، من شما رو حکاک کردم و همیشه در نظر من هستید. ادامه میدیم. هن الکفایم حقاتی اینک بر کفهای دستم تو را حکاکی کردم، اثارهای تو مقابل من، چشم مقابل من است همیشه. باز اینجا قدش را خوبی فرماد که تو میسواهایی که انجام دادی بر جای خودش هست، ولی خم و تعیخ اون حصارهای تو، حصارهایی که برای خودت گذاشتی. هر انسانی که میدونه ممکنه مرتکب خطایی بشه، موظفه برای خودش حساب درست کنه، یعنی کاری کنه که میسواها رو سخت‌تر بگیره برای خودش که مرتکب خطا نشه. یاد همون خود صدقه من برای خودش خیلی چیزها رو سخت میگیرن که اصطلاح قدوشایشون بیشتر باشه. اینها میشه خما. حقیقتش برای خود میفهمان اون کارهایی که اضافه بر تورات نقدوشا بر خودت قبول کردی، اینها یک جداری برای خودت قبول کردی، نگدی کمی مقابل من هست، خاطر این که نشون دادی من رو دوست داری. تعریف کن از رو بخشیم بارسیک ایشون انجمن اون محل برسیک اون به راب شهر بوده، محله هم اونجا هم در کشور اروپایی بودن، خیلی سرد بوده و هیزم مطور این خانواده رو تعیین کردن، بارشون رو پوره هیزم میکردن.
و یک بار وارد خونه ریبشنی میشن اون مسئولین شهر، میدن خونه سرده، میگن مگه هیزم ندارید؟ چرا تنورتون روشن نکردید؟ زن ریبی میگه چرا؟ اتفاقا دیروز اومدن و انبار رو پر از هیزم کردن. ولی ریبشنی شوهر اون فوراً به تمام فقرا صدا زد، گفت بیایید هیزم رسیده، بیایید ببرید برای خونتون. همه رو بردن دیگه، برای خودمون چیزی نمونده. اونها دوباره تصمیم گرفتن دوباره انبار رو پر بکنن، ولی میگن به ریبی میگن و به همسرش، این فقط مخصوص شماست، قفل جدید هم میزن روی اون انباریه، کلیدش میسپارن دست همسر ریبی، میگن این فقط ما برای شما تهیه دیدیم، اگر از اینها به کسای دیگه بخواید بدید، این مثلی که از مال اون خیریه شما گذر کردید، اون خیریه فقط به شما میخواد بده که شما خانه خودتون رو گرم کنید، نه به کسای دیگه. کسای دیگه هم هر کسی به نسبت خودش گیرش میاد. بعد از چند روز دوباره میان اونجا بینن چجوریه، بینن خونه سرده، گرم نیست. این خواست تطور کنن، دوباره اون هیزم ها رو دادن و میگن امکان داره شما زیر حرفتون زدید؟ اون همسر روی خیلی میگه نه خواسته شده. شوهرون گفته تا جایی موقعی من میتونم از این استفاده کنم که فقرا هم میتونن استفاده کنم، اگر فقرا نتونن از این هیزم استفاده کنم، منم مثل دیگران، منم برای با دیگران چه فرقی دارم؟ تا این حد، این از روی خیم میبرسی ایشون سخت گیری میکرد. چرا؟ با این عملش بخواست اصطلاح به اونها بگه که من فقط فکر خودم نیستم، فکر دیگران هم هستم، من برای دیگران هم میدوشم. با اوش که از طبق علاقات بازم نبود این سخت گیر رو برای خودش کنه، این سخت گیر رو برای خودش کرد که اونها رو راضی کنه که از این زنها نیز بتونه به دیگران بده، حتی با اوز که خودش کمتر میتونه استفاده کنه. اما در خودش بار خوب خموتایخ نگدی تا می، این کارهای نیکی که تو میکنی و بیش از حد ارفاق میکنی و خیصد میکنی، اینها در مقابل من همیشه هست. عجله خواهند کرد فرزندانت که توبه کنند و باز کردن به سوی تورا، بدین وسیله آنهایی که باعث خرابی تو می شدند و باعث ویران شدن تو می شدند از میان تو خارج می شوند. بلند خواهی کرد اطراف چشمان تو خواهی دید، همه آنها جمع شدند آمدند به سوی تو. های از زمان می فرماید خداوند، زیرا تمام آنها را یعنی جماعت اسرائیل که در چهار گوشه دنیا پخش هستند، آنها به سوی تو خواهند آمد، مانند زیر برارات آنها را خواهی پوشید و مانند عروس با آنها زینت کرده می شوید. اما یروشلایم که مدت زیادی ترک کرده بود و هیچ کس در اون نبود، خودشوار خوب میفرماد در زمان اومدن ماشیه همه اسرائیل ها شروع میکنن در ایره جمع بشن و به کنست اسرائیل، به اون اصطلاح ایره اسرائیل میگه تو هم چشمت رو بلند میکنیم، یعنی همه اومدن تو زمین، تو زمینی که خرابه و ویرانه بوده و جای نشستن نداشته
بعد از اون همه گالودها دشمنان رو خراب و ویران کرده بودن، حالا محل سکونت شده و میبینی همه اینها رو بچه ها رو بردن نزدید و تو اونها رو گره زدید. تو قشرم یعنی مثل عروس که اون گردنبندش رو میاد به خودش ورد میکنه و گره میداره و اونها رو از خودش دور نمیکنه و از اونها محافظت میکنه، بچه های تو هم در میان تو این چنین خواهند بود و همیشه ساکن ارز خواهند ماند و دیگه گالود نخواهند دید. زیرا محل خرابه های تو و محلی که محل ویرانه های تو و سرزمینی که پایمال گشته بود آباد خواهد گشت. آنقدر جماعت به آنجا خواهد آمد که از نشستن جای آنها تنگ خواهد بود و دور خواهد شد آنهایی که به تو آزار و اذیت می‌رساندند. بار دیگر خواهند گفت در گوش تو بچه های داغدار تو که به گالوت رفته بودند، در این محل در محل ارز جای ما تنگ است. به دیگری یکی به دیگری می گفت کنار برو تا من نیز بنشینم. فهمانی هست در ارز اون خودین زیاد می شهند میان که بر می گردن از گالوتشور که جا کمه، بگه یکی به دیگری میگه گه کنار رو جا هم به من بده، که این نکته رو به ما میخواد بگه که اگر ما با هم دیگه خوب باشیم، حتی در کوچکترین مکان در یک اتاق یک خانواده کامل تونن زندگی کنن. و نمیگه که خب من جا برم کنار برم خودم کجا بشیدم، میره کنار، کنار تر میشه، جای برای خودش هم باز میشه، برای اون هم جا باز میشه. و این اتحاد و همبستگی ملت ما رو میرسونه. خواهی گفت در قلبت این همه بچه ها چه کسی تولد کرده است؟ در صورتی که من داغدار و تنها بودم، جلوه وطن کرده بودم و در بدر بودم، و اینها چه کسی بزرگ کرده است؟ اینک من تنها بودم، اینها از کجا آمده هم؟ اینجا به عنوان مثال میگه که ارس اسرائیل، میگه این بچه ها کجا بودن؟ چون ارس اسرائیل یروشلایم مثل مادریه برای بچه هاش. این میگه یروشلایم، میگه بچه ها کی زاییده؟ بچه ها شما نبودن، در من به دنیا نیومدن، من تنها بودم. مدت زیادی ارس اسرائیل در تنهایی بدون بچه هاش بوده، اینها کجا بودن؟ تقدش برای خود این چنین می فرماد. این چنین می فرماید خداوند خالق، اینک من قدرتم را به توی امتها بلند می کنم و قدرت نمایی می کنم و به سوی امتها پرچم نجات اسرائیل را بلند می کنم تا بدین وسیله از تمام دنیا جماعت اسرائیل را به ارث بیاورند. می آورند فرزندان تو به وسیله صندلی های و کرسی های متحرک و بچه های تو بردوش هم و دختران تو بردوش هم خواهند شد. فرماد که اقادشوار خوب فرماد بین همه امتها اقادشوار قدرتش رو نشون میده، شکوه ملت اسرائیل رو و اون افتخار ملت اسرائیل رو نشون میده و اونها خودشون اسرائیل ها رو باز میگردونن به ارث قدوشا. و ملبین این چنین توضیح میده که این فرماد به هوی و بانیخ به حسن، بچه هایت رو با صندلی های متحرک، یعنی سوار چیزی که حرکت میکنه هم میکنن مرجع میکنه که از سر
حالا ما میفهمیم یعنی چی هسته، اما هواپیمه هایی که این همه این جسرا میتونه مسافر رو حمل کنه، اینها رو بسته این هواپیمه ها که متحرک هستن اینها رو باید ارسته میکنن و هبو بانایخ به حسن، به حسن اینجور ترجمه میکنه که کیسه نسئین، مثل کیسه کرکت میکنه، همون مثلا کیسه که الان ما برامون خیلی عادی شده، هواپیمه هایی که الان هزاران نفر رو میشونه جابجا کنه و همچنین ملت اسرائیل رو به عزتشه خواهد آورد در زمان مشیح. فرودگاه ها پر خواهد شد و همه منتظره که به هواپیما هاشون فرود بشه و مسافرین وارد ایرس بشه. و هایو خواهد بود پادشاهان لله تو و عمرای آنها چیزه تو و به رو به زمین سجده می کنند تویت و احترام تو را می گذارند، حتی خاک پای تو را می ریسند تا بدانی زیرا من هستم خداوندی که شرمنده نمی شوند امیدواران من. آیا امکان دارد که از شخص پهلوان تاراج گرفته شود؟ آیا امکان دارد از دست عصاف که خود را پهلوان می داند آن تاراج و غنیمت گرفته شود؟ و آیا از سیری ملت صدیق اسرائیل امکان دارد که رسته گردد؟ این پیام ها رو که ملت اسرائیل در طی گالوت می شنوند، الان ما در گالوت هستیم، اسرائیل ها در جای مختلف هستند، میگن امکان داره که از دست این قلدور ها، پهلوان ها، عصاوی ها، ما این کسی پول و انوار ما رو میتونه از دست اونها آزاد کنه که بتونیم با پولمون بتونیم وارد ارث بشیم؟ آیا اون اسیری ملت اسرائیل که با صداقت رفتار کرده تمام عمرش امکان داره از دست اینها، از دست این قلدرها و زورگویان آزاد بشه؟ این چه پیامیه که به ما میده یشعیا نبی؟ آیا امکان داره؟ این همه ملت ما در جاهای مختلف پخش هستن، آیا امکان داره که همچین چیزی پیش بیاد؟ که یشعیا نبی از جانب هاشم چنین میگه که خو آمر هاشم این چنین می فرماید خداوند، همچنین اسیری که از دست پهلوانان است گرفته خواهد شد و آزاد خواهند گشت، و تاراج که از دست تاراج و قدیمت از دست قلدرها و زورگویان رسته خواهد شد. هشم تورق می فرماید نزاع تو را من نزاع می کنم و بچه هایت را نجات خواهم داد. آنچنان می کنم که دشمنان تو یکی بر دیگری بیفتد و با هم دیگر نزاع کنند و می خورانم گوشت دشمنان تو را به خود آنها و مانند شهد انگور خونشان را خواهند مکید و مرد خواهند شد، تا بدانند تمام دنیا زیرا من هستم خداوند ناجی تو و فرج دهنده تو جلیل یعقوب. آقا شرفو می فهمد وقتی شما که تصمیم بگیرید که با هم خوب باشید، تصمیم بگیرید که عبادت خدا رو به خوبی انجام بدید، تصمیم بگیرید که واقعا یک یهودی کاشر و درست باشید، شما به فراغت میشینید، دشمنان خود شما رو دست یکی در دیگری قرار میدن، دشمناتون با همدیگه میجنگن و شما میشینید و نگاه میکنید، لازم نیست حتی به جبهه جنگ هم برید و خلطی اتونایخ بسرام، دشمنای تو با همدیگه جرو دعوا میکنن، گوشت همدیگه رو میخورن، مثلا به صورت مثل به عنوان مثاله همدیگر رو نابود میکنن. و اون موقع میفهمی که کسی که با من هست همه چی داره. حقا دشوار خوبی فرماد اگر شما
مرا رها کنید هیچی ندارید، ولی وقتی که با من باشی همه چیز تحت اختیار شما قرار خواهد گرفت. این تو می فرماید خداوند کجاست که طلاقنامه مادر شما که فرستادم او را، یا کیست از تمام طلبکاران من که سپردم شما ها را به او؟ اینک به خاطر گناهانتان به دست دشمنانتان سپرده شدی، تو به خاطر تقصیراتتان فرستاده شد مادر شما و شما از سرزمینتان دور شدید. چرا این همه صدا میزنم و آمدم و کسی نیست که جواب داد مرا؟ خواندم و جواب دهنده ای نیست. آیا کوتاه است قدرت من از باز خرش؟ آیا در من قدرتی نیست که شماها را خلاص کنم؟ اینک با نهیبم دریا را خوش کردم، رودخانه ها را مانند صحرا و بیابان قرار دادم که حتی مایای آنها گندیده شد در اثر نبودن آب و از تشنگی از بین رفته. آسمان ها را سیاه پوش کردم و پلاس گذاشتم پوشاک آنها. شما اگر در تاریخ اسرائیل نگاه کنید، از همون موقع که شما یک ملتی شدید در کشور مصر بودید، معجزات من رو دیدید، معجزاتی که تمام دنیا با خبر شدن، دریایی که برای شما خوش کردم، اون ضربات ده ضربت که از دام شروع شد که ماهی‌ها تمامش از بین رفتن، یا تاریکی قرار دادم در کشور مصر. این قدرتی که از من دیدید، پس شما چرا به اصطلاح به اون نیروی ازلی من شما توکل نمی کنید؟ همونطور که اون موقع شما ها رو با این معجزات نجات دادم، این موقع هم نیز با معجزات بالاتری شما ها رو نجات خواهم داد. خداوند خالق به من قدرت کلام و زبان آموزش قرار داد، به من قدرت داد که بدانم چگونه صحبت کنم و چه موقع صحبت کنم به افراد خسته، و به من در هر روز برمی انگیش در هر روز و گوش مرا آگاه می کرد و من می شنیدم مانند شاگردان. خداوند خود خالق گشود گوش مرا و من سرپیچی نکردم و به عقب برنگشتم. جسمم را دادم به ضاربان و فکنم دادم به محکنان. رویم را نپوشاندم از خجالت و آبدهانی که بر من میریختن. یشعیانوی فرماد نکته خیلی بزرگی که همه ما باید در نظر داشته باشیم اینه که از آموزش و تربیت کردن دیگران سرد نشیم. شایان نبی فرماد هر کسی خداوندش یک قدرت خاصی داره. خیلی دارو خشیم در میون جامعه ما هست میتونن حرف بزنن. اگر کسی قدرت بیان داره میتونه حرف بزنه، دیگری رو میتونه راهنمایی کنه، آسوره که ساکت باشه. یشعیاه نبی اینجا میفرماد به من زبان کلام به من داده خداوند، به من یاد داده که چگونه و چه موقع لعود، یعنی چه موقع بتونم با دیگران صحبت کنم. این نکته خیلی مهمه. بعضی اوقات ما میخوایم دیگران رو نصیحت کنید، در خشم هستند یا در یک مسئله در یک وضعیت خاصی هستند، میریم باشون حرف میزنیم، حرف ما اصلا تاثیر نداره. باید که انسان آگاه باشه، دانا باشه که چه موقع صحبت کنه، چه موقع ساکت باشه، چه طرز صحبتی رو در پیش بگیره که دیگری رو آگاه کنه، او رو به راه حق بیاره. بعضی موقع هست که حتی ما رو خجالت میدن. شاید میفرماد من حتی صورت رو هم دادم، گفتم بیا بزن تو، بیا عبادت خدا بکن، تو فروش می من بنداز.
من حاضرم بندگی تو کنم، من حاضرم که نوکریت کنم، خدمتت کنم، ولی تو یک یهودی درست باش. خجالت هایی که بر من وارد میکردن، من هیچگونه سرد نمیشدم. وظیفم اینه که دیگران رو راهنمایی کنم. وظیفم اینه که یک یهودی کاشر، یک یهودی که نشماش قدوشه و متاسفانه با اون گناهان و اهریمن‌ها و یه سرهارهی که دستن در این دنیا زیاد شده و پوشیده شده، اون وجودش، وجود پاکش، اون الماس و خاک پوشنده، ما باید که اون خاک رو و خاکستر رو از روش دور کنیم و اون الماس 100% رو ظاهر کنیم. حتی به قیمت این شده که آبروی ما رو ببره. کاری که یشعیا نبی انجام داد در اون موقع. خداوند خالق کمک اومدن من است، بنابراین شرمنده نمی شوم. به همین خاطر قرار دادم رویم را مثل سنگ خارا می دانم که شرمنده نمی شوم. خداوندی که تبرئه کننده من است به من نزدیک است، چه کسی با من میتواند نزاع کند؟ بیستد و بحث کنیم با هم. چه کسی ادعایی دارد نزدیک شود به سوی من؟ اینک خداوند خالق مدد من است، کیست که مرا محکوم کند؟ اینک تمام آنهایی که دشمن من هستند مانند پارچه پوسیده خواهند شد، بید آنها را خواهد خورد. کیست در میان شما ترسندگی خدا؟ کش می شنود به صدای بنده اش. آن کسی که تا به حال در راه منفی و تاریکی رفته است و قدم گذاشته است و فروغی برای او نبوده، توکل کند به نام خدا و تکیه کند به خالقش. اینک همه شما تمام آنهایی که جر و دعوا را به پا می کنید و آتش فتنه را برمی انگیزید، آنهایی که چراغی جر و دعوا را فروزان می کنند، بدانید با امان چراغی که شما فروزان نموده اید و آن آتشی که در میان خانواده ها برپا کرده اید و دشمنی برافروخته اید، با امان آتش شما خواهید سوخت. از جانب من خواهد بود این برای شما و خودتان نیز با غم و غصه به بستر می روید. اینجا نکته خیلی مهمی رو در آخر به ما اعلام میکنه که حواستون باشه، شما باید پشت هم رو داشته باشید، هوای هم رو داشته باشید. اگر میدونید کسی احتیاج به کمک داره کمکش کنید. اگر میدونید خانواده ای است که با خانواده دیگه، با قوم خویشاش، با همسایش جر و دعوا داره، شما باید که اونها رو با هم دیگه آشتی بدید، نه اینکه حسش رو برید فتنه بپا کنید و آتش دعوا رو بین اونها شعله ور کنید. خوب گفتی بهش، آفرین، نباید ازش بخوری. امثال این حرفا که حرف ساتان و استهار است. فرماد ملت اسرائیل خونده شده یدید. همونطوری که در موقعی که بچه رو بریت میوه انجام میدن برای خاک میگن اشهر قدش یدید میبیتن به خوک میشه ارستان. اشهر قدش یدید یعنی مقدس کرد، یدید یعنی ملت اسرائیل که یعنی دوست، یدید یعنی دوست خونده شده. ملت اسرائیل که یدید هست از بعد اون رو مقدس کرده. چرا اسم ملت اسرائیل رو گذاشتن یدید که از اسحاق مثلا به وجود اومده؟ اشهر قدش یدید میبیتن یعنی اسحاق بن راشون در بعد رو مقدسش کرد. یدید یعنی دوست و دوستی و محبت. یدید نفش آور رحمان بخونید. فرماد
جدید از سه لغتی تشکیل شده، یاد، یاد. دو تا یاد رو که دست رو هم بنویسیم میشه جدید، یاد یاد. یعنی وقتی که من دستم رو دراز کنم به سوی شما، پس همون دست شما هم دستتون به من نزدیک میکنید، همدیگر دست همدیگر رو لمس میکنیم و محکم میگیریم، پشت هم رو داریم، میشیم جدید. یعنی دو تا دست، دو تا دست هم با هم داشته باشیم میشیم جدید، با هم دوست میشیم. خدا هم جدید نفش ها رحمانه، خداوند هم جدید با ما خونده میشه. وقتی ما با همدیگه دوست باشیم، خداوند هم ما رو دوست داره، اون موقع به ما قدرت میده. یاد یود و دالت میشه 14، شما هم دست شما هم یود دالت میشه 14، با همدیگه میشه 28، کوخ، کوخ میشه 28. یعنی وقتی که ما دست همدیگه رو بگیریم، هوای هم رو داشته باشیم، پشت هم رو داشته باشیم، اون موقع قدرتمون چندین برابر میشه. ولی اگر خاص بشه اون برعکسش بشه، اون موقع چه سختی هایی دودش تو چه خود اون شخص میره. و کسی که در آخر جمله فرمان لمعصباتش کابون، اونهایی که خودشون فتنه به پا میکنن و به نظر خودشون خوشحال هستن که تونستن بین دو تا خانواده، بین دختر و پسری که میخوان با هم ازدواج کنن، آسیشون هم حرفایی میزنن و صحبتهایی کنن که اونها رو از هم جدا کنن، فتنه به وجود میارن، بدونن اینا خودشون با غم و غصه شم بیرن میخوابن. ممکن ظاهر خوشحال باشن ولی عاقبت خوبی نخواهند داشت. ولی وقتی که با همدیگه ما متحد باشیم، خوبی دیگران رو بخوان، قدوشوار خونید، خوبی رو بر ما افزون خواهد کرد. بشنوید به سوی من تغییر کنندگان صداقت، طلب کنندگان خدا، نگاه کنید به آن صخره‌ای که از آن جدا شدید و آن روزنه چاهی که از آن به وجود آمدید. نگاه کنید به ابراهام پدر شما و به سارا مادر شما، زیرا یکی بود ابراهام تک بود که او را صدا زدم، ولی برکت کردم او را و زیان نمودم فامیل او را. جای فرمود باز ادامه به اون صخره نگاه کنید، به اون چاه منبع آب، یعنی به سارای منو و ابراهام، اینها تک بودن، اینها با هم دیگه ایستادن، مردم رو راهنمایی کردن، مردم رو دوست داشتن و ملت اسرائیل که در سراسر دنیا از این زوج، از این زوج به وجود اومد، یکی بود. بروخ شیف الان ملت اسرائیل سرافراز سربلند در راه تورا به خاطر چی؟ به خاطر که ما نگاه ابراهام میکنیم. باید بدونیم که پدرمون کی بوده. انسان وقتی که بدونه از کی به وجود اومده، افتخارش زیادتر میشه و در نتیجه این ما برای اونها ادامه میدیم. باز به فرمان نگاه کنید، واقعا باید نگاه کنن. بهتره که انسان بطور اون تصویر خخامین بزرگان اسرائیل که برای خودشون در به صورتهای مختلف در دیوار خونش نصب کنه، در قاب بگذاره، راوهای مختلف که ما داشتیم میگه استایارم، هر کسی طبق اون کسی که مثلا بهش مثلا دیدنش برش تأثیر داره، راو ولیوسف یا امثال اینها، همون که تابلوش رو یا عکسش رو ما در اتاقمون میزنیم، در مثلا در سالن خونمون میزنیم، همین که نگاه میکنیم روی ما تأثیر داره و میگیم ما هم باید که دنبال خط اینها باشیم. جمله آخر هفته را اون تصدیه که اشمی تورخ به ما باز اعلام میکنه که اینی خمد نایسیون زیرا تصدی داده است خداوند به احالی سیون، تصدی داده است در تمام خرابی هایش که آن را آباد کند، قرار میدهد بیابانش را مانند باغ عدن، تمام صحرایش را مثل باغ خدا، شادی و خوشحالی یا خواهد شد در آن، صدای تشکر و
صدای هم همه زمر و سرود به گوش خواهد رسید و این و این سبا شما قداش اسرائیل. امیدوارم که خودش برای خوب سلامت و تندرستی به همه سعادت کنه، شبات خوبی داشته باشید انشاءالله، از بخواب و خودش تسبوت از دیخو آمین که این رسول خیلی توی برسید.